در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای مولانا جلال الدین شینواری، لوی سرنوال زمان طالبان. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدین به برنامه. سلامت باشید. ممنون. آقای شینواری، ما میخوام بپرسم که آقای وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی که روز گذشته اینا کشته شدن در شهر کابل، بیانگر چی چیز میتونه باشه به اینکه آنچنان که آقای مژده در این اواخر به طرفداری از طالبان هم متهم شده بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. احترامات و سلام به شما و همکاران عزیز و شنوندگان محترم. جناب آقای مژده یک شخصیت حلیم و یک شخصیت بی‌طرف، یک شخصیتی بود که محلل مسائل سیاسی بود و مسائل بی‌طرفانه تحلیل میکرد. اکثرا واقعیت ها را منعکس میساختن و چون سایر افغان ها مظلومانه به شهادت رسید بدون از اینکه گناه واضحی داشته باشند، بمانند سایر افغان ها که قتل عام میشن از طرف اشخاص مجهول الهویه، جناب مژده هم به همین شکل از طرف بعضی مردمی که بدون جرم افغان ها را به قتل میرسانند، آقای مژده را نیز به قتل رساندند. بله، از دید شما چه کسانی در پی قتل آقای مژده میتونن که دست داشته باشند؟ دست های استخباراتی خطه و منطقه دست بارزی دارند در قتل مردم افغانستان. هر جایی که قتلی صورت میگیره در افغانستان، یا متاسفانه طرف های جنگی در افغانستان مرتکب این جرایم جنگی میشن، و یا ای که عناصر استخباراتی کشورهای منطقه مرتکب این مسائل میشن. بله، اما نهادهای امنیتی افغانستان کار کرده شما چگونه ارزیابی میکنید به اینکه جلوگیری صورت بگیره از این چنین قتل های هدفمند؟ خب اگر قیاس کنیم به سابق، قتل هایی که به شکل هدفمند در سابق صورت گرفته است و وزارت داخله و امنیت و دولت و خود جناب آقای رئیس جمهور در مورد اظهارات داشتن، در مورد تحقیقشان و در مورد بررسی قضیهشان، اما متاسفانه هیچ تحقیقی در مورد که نتیجهش نتیجه ملموسی داشته باشن و نتیجه که ما شاهد او باشیم نبود. اگر قیاس با چنین تحقیق های سابقه کنیم، گفته میتونیم که این تحقیق هم شاید هیچ نتیجه ندهد. یعنی بررسی نشدن و نتیجهش با مردم مشارک نساختن از علتهای میتونه باشه که این قتل ها بیشتر شدن؟ بله بله، یقینا. تا که مجرم احساس جرم نکنه، یعنی احساسی را نکنه که در ارتکاب این جرم متعقیب میشم و قضیه متحقیق میشه و بالاخره جزای قانونی به من داده میشه، جرأت مجرم اضافه تر میشه. تا جایی که در افغانستان مشاهده میشه، جرأت مجرمین به مراتب اضافه شده به خاطر نبود تحقیق از طرف ارگان های تحقیق در افغانستان. بله، آقای شینواری، بیان روی ازی صحبت بکنیم با این چنین قتل هایی که صورت میگیره، فکر نمیکنین که آزادی بیان در افغانستان صدمه میبینه؟ چون دیگه کسی نمیتونه به شکل آزادانه مون هر چیزی را که میخواد، اظهارات که میخواد داشته باشه و رد بکنه؟ اصلا ادعای آزادی بیان در افغانستان یک مسئله است که در عنوان ما از او بحث میکنیم، اما در حقیقت آزادی بیان قطعا وجود ندارد. آزادی بیان در وقتی مؤثر می باشد که تأثیرات ظاهری او را ما در جامعه مشاهده کنیم، در حکومت مشاهده کنیم. اگر 35 میلیون نفوس افغانستان ملاحظه داشته باشند و اعتراض داشته باشند، از اصول دموکراسی کار بگیرند و نظر خود اظهار کنند، هیچ تأثیری بالای حکومت و بالای ادارات حکومتی در تغییر مثبت او دیده نمیشه. فلهذا این دموکراسی نیست، گونه ای آزادی بیان است. مردم با خود گفته برن، ولیکن تأثیر بالای مقابل نداره. پس عزیز شما، چگونه آزادی بیان و چگونه دموکراسی در افغانستان باشه؟ دموکراسی که مردم آزاده بتانه که نظریات خود اظهار کنه و بالای نظریاتش نتایج مرتب شوه. وقتی که نتیجه مرتب نشوه، ما میگویم که جناب فلان رشوت میخوره. به طور مثال اگر 35 میلیون هم بگوید که فلانی رشوت میخوره، به چوکی خود است، هیچ نوع تحقیق هم صورت نمیگیره و روز به روز مراتب قدرتش اضافه تر شده میره و مورد مکافات قرار میگیره. یعنی حکومت با سخنان شهروندان کشور بیشتر توجه نکرده و برای اون نپرداخته؟ نه خیر، نه خیر. خط تاریخ گذشته ما این مدعای ما را ثابت می سازد.
بله، اما در دورانی که شما هم روی سرانوال اون زمان بودین، آیا این چنین چیز وجود داشت؟ آن زمان اگر کسی میتونست ابراز نظر بکنه، اونا مورد هدف قرار نمی گرفتن و یا به شکل آزادانه می تونستن زندگی بکنن؟ خب نظام ها متفاوت می باشند. صحبت ما روی نظام فعلی است، روی نظامی که مدعی دموکراسی هستند و فکر میکنن که دموکراسی 20 ساله شده و نهادی نشده، باز هم ما مشکلات بسیار زیادی داریم. اما در آنجا اصلا مدعای دموکراسی وجود نداشت، فلهذا یعنی اصلا وجود هم نداشت دموکراسی. دموکراسی که در غرب مطرح است در او زمان قطعا وجود نداشته، چرا که با دموکراسی غرب ملت افغانستان موافقت نداره و ما نتایج دموکراسی غرب در افغانستان دیدیم. او دموکراسی که در غرب هست تا بال نتیجه شما ملموسا در افغانستان هم ندیدیم. بله، یعنی این دموکراسی که در حال حاضر در افغانستان است از شما چیگونه است؟ همین تعریف دموکراسی از دید شما چیست؟ دموکراسی حاکمیت مردم بالای نظام اگر تعریف شوه، هیچ نوع حاکمیت بالای نظام از طرف مردم موجود نیست، بلکه یک عده مخصوصی که همه مردم از او استفراق میکنن حاکم هستن بر سرنوشت ملت افغانستان. همین که مردم میره با پای صندوق های رای رایشان استعمال میکنن تا رای جمهور آینده شان بیایه با کرسی بنشینه، آیا این تمثیل دموکراسی نیست و یا حاکمیت مردم بر حکومت نیست؟ ما 19.5 میلیون مردم واجد شرایط رأی دهی داریم و 9.6 میلیون ثبت نام کردن. در این تقریبا 1 میلیون مراجعه کردن به صندوق های رأی. از این برداشت میکنیم و استنباط میکنیم که دموکراسی در کدام مقام واقع است. بله، آقای شنواری، بیان روی ازی هم صحبت داشته باشیم که رای حل شما پیشنهاد میکنین که چی است؟ که هر شخصی که میتونه اظهارات داشته باشه به شکل آزادانه، اما این چنین هدف باید قرار نگیره و جانشون در خطر نباشه. من میخوام مشخصا بپرسم که نهادهای امنیتی چی مکلفیت و مسئولیت در این قبال دارن؟ نهادهای امنیتی و شخصا آقای جناب رئیس جمهور باید به مو شیوهی که مسئولیتش است مسائل رو تعقیب کنن. وزارت داخله، امنیت ملی و سرانوالی مسائل را جدی تعقیب و تحقیق کنند و بعد از بررسی باید در تعقیب عدلی هم تمام عدالت باید در نظر گرفته شود و مجازات قانونی و سنگینی برای مجرمین این چنین جرایم داده شود تا عبرت به دیگران هم شود و هیچ مجرم اراده جرم را در خفا هم کرده نتواند. آقای شنواری، شما چقدر واقعا از این چنین قتل هایی که صورت میگیرم نگران هستین؟ زمانی که شما هم روی سرانوال زمان طالبان بودین و آقای مژده در این چند سال اخیر به هودوری از طالبان متهم بوده، آیا شما نگران جانتان نیستین؟ نه قطعا نه. یکی ارزوهای بزرگ ما در اخیر عمرم شهادت است. اگر به این مقام والای برسم یکی از افتخارات بزرگ زندگیم خواهد بود، بخاطر اینکه در هر نماز هر مسلمان به خدای خود دعا میکنه اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. مفسرین نمیشته میکنن که هم الانبیاء و صدیقون و شهداء، و شهداء مشعل راه امت اسلامی است و مشعل راه افغان هاست. این مقام بزرگ اگر نصیب من شد بسا یقینا خوش خواهم بود. اما مردم از این بابت نگران هستند، از این قتل های هدفمند که صورت میگیره، از یک سو حملاتی که صورت میگیره از طرف طالبان، انفجارهایی که صورت میگیره، از دیگر طرف مردم نگران ساخته با گذشته هر روز. یقینا نگرانی مردم بجا هست و من امیدوارم که خداوند بالای ملت مظلوم افغانستان رحم کنه و هیچ افغان ما به قتل نرسد و هیچ مادر ما به گلیم رنج و غم ننشینند. یکی از آرزوهای ماست و یقینا به خاطر تطبیق و تحقق این آرزو، نه به خاطر تاییدش بلکه به خاطر تحقق و عملی کردنش عملا کار هم میکنیم و یکی از راههایش موفقیت مذاکرات صلح است و امیدوار هستیم که این مذاکرات صلح به نتیجه برسد. بله آقای شنواری، زمانی که شما میان از حکومت انتقاد میکنین، از نهادهای امنیتی افغانستان انتقاد میکنین در تامین امنیت مردم، من میخوام بپرسم که شما کارکرد طالبان چگونه در مقابل مردم ارزیابی میکنین؟ کارکرد طالبان و تمام جوانبی که درگیر جنگ هستند باید متوجه به جرایم جنگی شوند مطلقاً،
بر جرایم جنگی هر دو طرف باید متوجه شوند و مرتکب هیچ نوع جرم جنگی یکی از جانبین هم نشوه. اگر مرتکب شوه جنایت طالبان مرتکب این جرم جنگی شدن؟ هر کسی اگر جای شکی نیست در این جنگ بزرگی که با ناتو و امریکا هست جای شکی نیست که این ارتکاب صورت گرفته باشد. جنایت جنایت است. اگر که در زمان داوود خان باشد و در زمان کمونیست ها باشد، در زمان طالبان و مجاهدین باشد، جنایت جنایت است و مرتکبش جانی است و جانی باید به جزای اعمال خود برسد. و ما یکی از کسانی که بسیار زیاد طرفدار تطبیق عدالت انتقالی به تعبیر امروزی و تطبیق عدالت اسلامی به تعبیر خودم هستم، اگر یک افغان دیگر به سلیم زده باشد، باید انتقام او در دادگاه ها و مراکز عدلی گرفته شود. بله، پس ما چگونه با همین کار کرده که طرف طالبان دارن، حکومت افغانستان داره، به طرف پرسه سال افغانستان بریم، جنگ در بخش مختلف از افغانستان جریان داره، حملاتی که بیشتر هم صورت میگیره، اکنون گزارش که پخش شده به این که طالبان مرگبارترین گروه هراس افغان در سال 2016 در سال 2018 شناخته شدن، چون بیشتر تلفات غیر نظامیان از طرف این گروه صورت گرفته. واقعیت ها متفاوت می باشد، استنباطات مردم متفاوت می باشد. یک رسام شیر رسم کرده بود و بالای او شیر خودش ششته بود. باز شیر میگذشت، به این رسم که دید باز گفت کاش واقعیت می بود، حقیقت می بود. استنباطات یک جانبه می باشه، تحلیل ها و بررسی ها یک جانبه می باشن، هیچ گاه قضاوت ها، چون قضاوت قضاوت انسانی است، عدالت رعایت و تدبیق نمیشه. پس شما فکر میکنین که طالبان مسئول تلفات غیر نظامیان نیستن که اگر یک جانبه این گزارش هستن؟ من قبلا گفتم این مسائل رخ میده، شاید صادر شده رخ باشه، رخ میده آقای شنواری یا رخ داده در حال حاضر؟ رخ داده، رخ داده و رخ میت. اگر جنگ دوام پیدا کنه در افغانستان، این قضایا را باید منتظر باشیم، اما امیدوار هستیم که جانبین به این خطاهای خود متوجه شوند و ملت افغانستان را در رنج مزیدی قرار ندهند. ما میریم به طرف پرسه سال افغانستان، قرار است که نشست به جنگم برگزار شد. فکر میکنین که لاقل طالبان بتونن در این دوره از نشست با افغان ها آتش بس اعلام بکنن تا خشونت در افغانستان پایان پیدا بکنن و دیگر این چنین که آقای مژده اینا کشته شدن دیگر هیچ خانواده عزیزش از دست نده؟ در نشست به جنگ البته دولت اسلامی افغانستان همیشه ناکام بود، به خاطر اینکه هیچ گاه توانمندی را پیدا نکرد که یک هیئت اتفاقی، یک هیئتی که مورد اتفاق همه جریان های سیاسی، جوامع مدنی و خواهرای ما باشه، چنین هیئتی را ترکیب نکرده است و تابال اعلان هم نکرده است. ما اعتراضات جوامع سیاسی، جناب حکمتیار صاحب، جناب دکتر صاحب عبدالله، رد عملش در قبال این هیئت میبینیم. خدا کنه که دولت آماده شوه از لحاظ ترکیبی یک هیئت را انتخاب کنن که مورد اتفاق همه جوامع سیاسی و مدنی باشن. از جانب طالبا آمادگی موجود هست تحت مشری و بزرگی و ریاست آقای ملا برادر هیئت انتخاب شده و او هیئت به در بیجنگ اشتراک میکنن. اما موقف طالبا تا با اکنونی که من با شما صحبت میکنم، طالبا حاضر به این نیستن که با حکومت افغانستان و هیئتشان و حیث هیئت حکومت افغانستان و دولت افغانستان وارد مذاکره شون. موقفشان تا با اکنون همین است که من به شما گفتم. بله، اما با این موقفشان که خشونت در افغانستان پایان پیدا نمیکنه، اینا اگر میخوان که با مردم افغانستان بشینن و مذاکره بکنن و مردم اینا رو بپذیرن، پس امین مردم حکومت انتخاب کردن و حکومت میتونه از طرف مردم مذاکره بکنن با گروه طالبان، چرا طالبان نمیخوان با حکومت افغانستان بشینن؟ در مورد این که مردم حکومت را انتخاب کردن، شما ملاحظات و اعتراضات جوامع سیاسی را میشنوین، شما اعتراضات مردم افغانستان را میشنوین که خود مردم افغانستان و آنانی که نامزد بودن برای ریاست جمهوری این انتخابات را نمیپذیرند، رد میکنند و بالایشان شک دارند و بالای کمیسیون هم اعتراضات بسیار فراوان موجود هست. اما امیدواری هست که در مجلس بیجنگ، در مجلسی که با افغانها صورت میگیرند، این موضوع مطرح شوه، یکی از موضوعات اجندای مورد بحث باشن و در اونجا امیدوار هستیم که توافق صورت بگیره. اگر با حکومت ننشینن و مذاکره نکنن، پس این گفتگوها نتیجه را میتونه در پی داشته باشه و خشونت پایان پیدا بکنه، آتش بس. ای کاش که حکومت صبغه قانونی و شرعی در داخل می داشت، از طرف خود احزاب سیاسی یک صبغه قانونی و شرعی می داشت، باز این اعتراض به طالبا و انگشت انتقاد به طالبا متوجه می ساختیم. بله، تشکر آقای شنواری، سپاس از اینکه برنامه رفتن. خیلی سپاس از شما. جزاکم الله.
جزاك فاكنو هم وقفه.